ولی نگاه من به تو دیگه سرابم تموم شد، دونستم که عشق من هستی، زندگی تازم شروع شد. دوست دارم خیرشم تو چشمات، اینطور بگم احساسمو که عزیز من تویی، تو اون چه میخوام خوبیه تو. ای نجیب پاک و زیبا، در میان این همه ناز، نازترینشم تو هستی، پس بیا با من تون بنواز. نغمه ایز آن روزهای سلام عرض میکنم به دوستان، و این آهنگی بود که من ماه آگست سال گذشته درست کردم به نام با اولین نگاه، که پنجمین آهنگی بود داشتم درست میکردم و آخری شد که بعضی آهنگ درست نکردم، ولی دوستان استقبال کردم و خواستن اینو بهشون یاد بدم. یکی دوستانم خواست واسش موسیقیشو بزنم و باش بخونه که خوند، و خیلی هم جالب خوند، یه جور دیگه اصلا ما شده انقدر استعداده ایمپرووایزیشنش خوب بود که یه جوری دیگه‌اش کرد. بر صورت امروز خواستم این آهنگ رو خیلی ساده تر درس بدم و بهتون نشون بدم. توی ای ماینر میزنم که راحت باشه واسهتون، و اگر خواستین بعدن اونایی که دوست دارن کیپو یا بعضی اون کاپو، بعضی اون میگن کاپو، من میگم کیپو، اغلب آمریکایی میگن کیپو، توی ایران میگم کاپو یا کاپو میگن. بر صورت بخواستم اونم استفاده کنم میتونم بعدن عوض کنم، ولی کن ای ماینر یکی از ساده ترین بساب گام های روی گیتار هست. خدمت شما شمارد که از آکورد ای ماینر شروع میکنید، میگید با اولین نگاه من به تو، ببینید تو دی ماینر، و بگم لا مینور به ری مینور و به سول، دیگه استرابم تموم شد، بعد
دو مجموع بدفا دونستم که عشق من استی می سون می هفت بدفا دوباره زندگی تازم می سون می هفت شروع شده لامین رو خط میکنید بیت بعدی هم همینطوره دوست دارم خیرشم تو چشمان اینطور بگم احساسمو که عزیز من توی تو چه میخوام خوبی تو پس ایدم همون مثل اولی بود از A minor به D minor به G به C به F به E 7 به F به E 7 به A minor یا بگیم از لا مینور به ری مینور به سول به دو به فا به می هفت به فا بعد می هفت دوباره بعد لا مینور خدمت شما شود که فقط یه آنتراک داره یه دونه اینترمیشن داره اینطور میگه لا نمیتونی از دو شروع کنی به لا به سول دیز بعد به لا به سی آزاد به ره دو به می به ره اینجا دو شارپ دو دیز میه به ملگه نمیتونی از انتراکتشه دوباره بزن من دیگه اون قسمت بعدش هم درست همون مثل اوله یه ری نجیب و پاک زیبا در میان این همه ناز نازترینشم تو هستی پس بیا با من تو بنواز نغمه ایزان روزهای دو اون وقت که با هم یار شدی شما شود که برای تنوع من همیشه که نوری بعضی ما آخر انگاه یک خورده بلوز هم میزنم بیدم مثلا اگه حالا که بودم تو ایمانه آسان تر هم میشه واسه تون قد بودم یه ویدیو گوشته بودم چگونه بلوز رو در 15 دقیقه یاد بگیدیم و درباره همین لا مینور صحبت کردم مثلا یه همچنه Thank you.
صورت دیگه بلوز یه چیزی که نوتاش خیلی آسونه، پنتاتونیکه، البته یه پسینگ نوت هم داره میشه گفت چیشتاییه، ولی در حقیقت پنتاتونیکه. بعد پسینگ نوت بعضی موقع داره اکسیدنتال یا متغیر بهش بگیم. خدمت شما شود که اگه برگردید اون ویدیوی چگونه بلوز رو در 15 دقیقه یاد بگیریم و نگاه کنید، یه مدت توضیح دادم، دیگه توضیح دوباره نمیدم، ولی فهم میگرم لامینور گام راحتی. البته نظر بنده اینه که سعی کنید از کیپو استفاده نکنید تا اونجایی که میتونید و باعث نشه که کیهای دیگه رو یاد نگیرید. باید بتونید یه گیتاریست خوب بدون کیپو آهنگار بتونه بزنه، مخصوصا اگر راک یا جاز بخواییم بزنید، الکتریک گیتار بزنید. خیلی کم میشه میبینید کسی که رو الکتریک گیتار کیپو گذاشته باشه، خیلی کم اتفاق نمیشه. مثلا یه زم مثلا هتل کالیفرنیا رو یکیشون چیز میذاشت. بر صورت سر شما زیاد در نمیارم، ولی برای دوستانی که گفتاد این هنگ میخوان یاد بگیرن، امیدوارم کمکی شده باشه. و آکورداش خیلی راحت هم فهم کنم که همینطور فالو بکنید. قبلا توی دو مینور سی ماینر نوشته بودم این آکوردای این هنگو، همون باید که فهم کنم مثلا 12 آگست سال گذشته بود، کمتر از یه سال پیش بود که این هنگو روز کردم. بر صورت یه عکس میگیرم ولی زیاد ممکنه واضح نباشه، حالا سعی میکنم که بر صورت آسونم، چیز سختی نیست. خدا نگهدار.